ترکیدن بادکنک امید درمانی روحانی. امید درمانی روحانی این بار یک روز هم دوام نیاورد و بلافاصله به صورتی موجی به طرف خودش بازگشت. محمد قلی یوسفی، یک اقتصاددان دیگر حکومتی، با اشاره به ادعای روحانی و همتی گفت آنچه آنها درباره رشد تولیدات صنعتی عنوان می‌کنند با چاشنی خوشبینی همراه است، زیرا تا زمانی که اقتصاد کشور یک روند عادی به خود نگیرد هیچگاه شاهد این نخواهیم بود که مسیر توسعه تغییر کند و در مدار رشد قرار بگیرد. به این نسبت به پیامد این دروغ درمانی ها به سران حکومتی هشدار داد و گفت مشخص است دولت مردان هیچگاه تورم را احساس نمی کنند، چرا که هرگز سفره این افراد خالی نمی ماند و یا با بیکاری فرزندشان دست و پنجه نرم نمی کنند. هیچ دولت مردی را نمی توان یافت که خود برای خرید مایحتاج خانواده به فروشگاه برود و یا حقوق عقب افتاده ای داشته باشد. متاسفانه مسئولان به جای همدردی با مردم با این صحبت ها صرفاً نمک به زخم مردم می پاشند. عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، از اقتصاددانان حکومتی با اشاره به اینکه وقتی رونق اقتصادی ایجاد شود در زندگی همه قابل لمس خواهد بود و دیگر نیازی به گفتن ندارد، به ادعای رشد 1.2% از سوی بانک مرکزی و روحانی پرداخت و گفت حتی اگر رشد پایینی حاصل شود باید این رشد پایدار باشد. وی افزود نکته مهم این است که امسال بنگاه‌های اقتصادی ما به لحاظ تأمین مالی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، چرا که در اوایل سال گذشته با توجه به جهش نرخ ارز نیاز آنها به سرمایه در گردش حداقل 3 برابر شد. از طرفی نرخ رشد سرمایه گذاری نیز طی چند سال اخیر منفی شده که این واقعا خطرناک است. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، اوضاع اقتصادی را بی‌ثبات ارزیابی کرد و گفت تاثیرپذیری بسیار بالای اقتصاد کشور از تصمیمات سیاسی و خارجی و غیر قابل پیش بینی بودن آنها یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصادی است. وی در مورد ادعای روحانی و همتی، مدیر کل بانک مرکزی رژیم، در مورد تثبیت قیمت ارز افزود ثبات این روزهای بازار ارز نیز مرهون کاهش قدرت توان جامعه در خرید کالاهای جایگزین پول ملی میباشد. کاهش قدرت خرید مردم از یک سو به کاهش فروش کالاهای ساخت داخل دامن زده و سوی دیگر تقاضا برای خرید کالاهای خارجی و یا مسافرت‌های خارج از کشور و همچنین تأمین ارز برای کالای قاچاق را نیز تقلیل داده است. روزنامه حکومتی آرمان همسو با باند روحانی با استناد به گزارش‌های منابع جهانی ادعای روحانی و همتی را به چالش کشید و از جمله نوشت بر اساس پیشبینی سازمان ملل از چشمانداز اقتصادی جهان که در نیمه دوم سال جاری میلادی نیز ویروس شده است، در این سال تنها 7 کشور جهان دارای رشد اقتصادی منفی خواهند بود که ایران نیز یکی از آنهاست. این روزنامه همچنین به نقل از صندوق بین المللی پول افزوده است صندوق بین المللی پول نیز در سال جاری رشد حقیقی اقتصاد ایران در سال 2018 را منفی 3.9% برآورد کرده که با توجه به روند تحولات جهانی اقتصاد این رقم تا پایان سال جاری میلادی به منفی 6% خواهد رسید. روزنامه حکومتی آرمان همچنین در ادامه نوشته است بانک جهانی نیز برآورد کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال 2019 معادل منفی 4.5% خواهد بود. با این وصف نمیتوان فعلا روند رشد مثبت را برای ایران فرض گرفت. روزنامه حکومتی ابتکار هم از رشد منفی صنایع به دلیل تبعیض‌های حکومتی خبر داد و نوشت واحدهای کوچک و متوسط همچنان درگیر مطالبات خود جهت ادامه فعالیت در بنگاه‌های تولیدی هستند و دلایل این تبعیض هم مثل روز روشن است. این روزنامه حکومتی افزود از سال گذشته تا کنون وضعیت صنایع خرد و متوسط به دلیل نبود نقدینگی و مواد اولیه جهت تولید ناخوش‌تر از سال‌های قبل‌تر شده است، تا جایی که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی مجبور به تعطیلی شدند. این روزنامه حکومتی در پایان دولت روحانی را عامل اصلی بحران اقتصادی کشور دانسته و نوشته است فعالان اقتصادی بر این باورند که دخالت سیاست در اقتصاد کشور بروز چنین مسائلی را تشدید کرده است. سیاست‌های دستوری دولت امروز به بحران بزرگی در بخش تولید کشور تبدیل شده است.